با عرض سلام و درود خدمت بینندگان گرامی تلویزیون رنگین کمان و همینطور تلویزیون ایران فردا که بعد از پخش این برنامه از اونجا دوباره برای ایران پخش میشه که خودش برای ما غنیمته که صدای مردم ایران در خارج از کشور و نظراتی که ارائه داده میشه به ایران هم میرسه. و با تشکر از حضور دوست عزیز و کارشناس گرانمایه در امور خبری که منو همراهی میکنند و چند جلسه است که این برنامه های انسانیت و ایرانیت رو با هم اجرا میکنیم. همونطوری که میدونید در این برنامه ها هدف اصلی دفاع از انسانیت، از بشر و همینطور شناسوندن ارزش های ایرانیت به جهان و همینطور دفاع از ارزش های والای فرهنگ و تاریخ ایرانی می باشد. آقای شاهید، خیلی متشکرم از حضور شما و سلام عرض می کنم و اجازه می خوام که شما هم با بینندگان عزیزمون یک صحبتی بکنید. لطف دارین آقای قاسمی. سلام به شما و یکایک بینندگان. ممنون از توضیحاتی که فرمودید. بله، در واقع راه و کاری که عنوان برنامه مشخص میکنه وظایف شما و من رو، شاید به نوعی هم برای بینندگان این کار رو بکنه، به این دلیل که انتظار این دو موضوع رو داشته باشن و نه موضوعات دیگر. به طب حقوق بشر، راه و کاری که شما در این چند دهه دنبال کردید و یا احتمالاً من به نوعی دیگر در پیگیری خبرها، تکلیف ما رو به عنوان یک گشایش، به عنوان یک راهنما در مسیر فعالیت‌ها یا هموار میکنه یا دست کم روشن میکنه. کاری که شما میدونم در این برنامه این بار مطرح خواهید کرد، در تلاشایی که در حیطه سازمان ملل یا اتحادیه اروپا انجام میدید و یا حتی برنامه‌های دیگری که هموطنان ما در سراسر جهان انجام میدن، صرفا موضوعاتی است که میخواهند از این طریق اولین قدم و به اصطلاح حقوق بشری رو که متاسفانه در ایران فراموش شده است گوشزد بکنن. در نتیجه اونچه که شما امروز بفرمایید در واقع هم ادامه زحماتی است که خود شما و دیگران داشتید و هم یک نوع به اصطلاح جهشی است به طرف آینده که امیدوارم واقعا هرچه زودتر به نتیجه برسیم. خیلی متشکرم. من شخصا مسئله حقوق بشر رو یا حقوق انسانی رو به عنوان یک وظیفه دنبال میکنم، مثل کارهای دیگر، مثل وظایف دیگری که هر انسان در یک جامعه یا به عنوان کار داره. منتها خب طبیعتاً با توجه به امکانات و وقت و اینهایی که دارم و بیشتر اوقاتم از وقت خصوصی میذارم برای این کار، مثل همه دیگران و از جمله شما، که مسئله اساسی و عمده این برنامه امشب ما یک مسئله خیلی خیلی مهمه که در سال گذشته 1398 در 25 تا 28 آبان ماه 1398 به علت گران شدن قیمت بنزین و اعتراض بدون خشونت آمیز و آرام مردم ایران در تقریبا سراسر کشور و شهرهای مختلف ایران هست و بود که توسط رژیم با شقاوت کامل
و با خشونت بسیار زیادی که در ذات این رژیم هست نسبت به معترضین، معترضینی که بدون حمله، بدون اسلحه به خیابان آمده بودند انجام شد و حاصل اون بنابر آمار در دست توسط امنیستی انترنسیونال عفع بین المللی بیش از 300 نفر می باشد و بر اساس آمار دیگری که سازمان‌های دیگر دادند این تا 1500 تا هم میرسه. مهم اینه که وقتی این کشتار در روزهای انجام شد که ایران همه وسایل ارتباط جمعی رو بست و درها رو بست و سه روز کشتار شقاوت آمیز کرد، دنیا سکوت نکرد، علی رغم اینکه رژیم کوشش کرد که این اخبار به خارج از ایران انتقال پیدا نکنه. من در اینجا دو سند رو نشون میدم. یکی روزنامه لیبراسیون در صفحه اول که صفحه اول خودشو به این کشتار در شرایطی که درها رو بسته اشاره میکنه. دیگری روزنامه اومانیته است که این هم باز در صفحه اول به این قضیه اشاره میکنه و تنها این دو روزنامه نیستند و این به خاطر این من این دوتا رو گفتم، برای اینکه یکی از دوستان فرانسویم که میدونست که من علاقه به این کار دارم و دنبالش هستم این دو سفر رو برای من فرستاد، ولی فراوون از این اسناد که لوموند مقاله نوشت، فیگارو نوشت و بقیه تایمز نوشت، واشنگتن پست نوشت، در AFP، در همه جا راجع به این قضایا صحبت شد. این بنابراین این کشتارها ما باید کوشش بکنیم، علی رغم اینکه رژیم ایران کوشش میکنه که فراموش بشه و از بین بره، به خصوص مسئله کرونا اجازه نده که این قضیه دوباره مطرح بشه، کوشش ما و کوشش محافل دنیا در اینه که آشکار بشه، شفاف بشه، تعداد کشته شدگان معلوم بشه، تعداد کسانی که در زندان ها هستن مشخص بشه و مردم بدونن که این زندانیان در چه شرایطی به سر میبرن. در گزارش اخیر امنیستی انترنسیونال اومده که شرایط زندان برای این کسایی که در تظاهرات آبان شرکت کردن بسیار بسیار شرایط سختیه. کودکان 15 ساله در این زندان ها هستند. یک سند دیگری رو من علاقمندم که در اینجا نشون بدم و واقعا تأسف آوره. شما ببینید این افرادی که در اینجا هست همه جوان هستند و از نقاط مختلف ایران هستن، یعنی شما از ترک و عرب و تهرانی و خوزستانی و خراسانی و شیرازی و اصفهانی همه جور آدم داری. این و در داخل این کسانی که یعنی جزء مجموعه کسانی که اکنون در زندان ها هستن به این خاطر تنها معترضین نیستند بلکه وکلا هم هستند. عده‌ای از آدم‌هایی هستند که در واقع
کار نداشتند، بیکار هستند، از معلمین هستند. و بر اساس باز گزارش امنیستی انترنسیونال، وکلا حق ملاقات این افراد رو ندارند. ما در یک چنین شرایط سختی در ارتباط با کشتارهای آبان قرار داریم. میگذارم که شما به من کمک بکنید برای توضیحات بیشتر و بعد دنبالش رو با هم میگیریم. خواهش میکنم. البته مکمل فرمایشات شما در واقع آگاهی هایی هست که خود هموطنان ما تا اندازه میدونن یا دست کم 41 سال زندگی میکنن. این عکسی رو که نشون دادید در مورد جوانان، نکته پنهان یا حتی آشکارش این است که تمام اینها فرزندان این انقلابن، یعنی زیر سن 40 و به معنای دست پرورده همین حکومتن. حالا ایراد به حکومت گذشته این بود که افراد ناشایستی رو پرورش داد. بگذاریم که خود آقایون روحانی و لباس مذهبی هم پرورده همون مدارس و همون مکتب بودن. ولی به هر حال نکته قابل توجه در این است که الفبای آقای قاسمی، شما، من و آزادی خواهان، چه در داخل چه در بیرون، با الفبای حکومتی به هیچ وجه یکی نیست. یعنی ما برای هر موضوع، هر کلمه‌ای رو که به کار میبریم اونها نمیشناسن، کما اینکه ما هم خیلی از کلمات اونها رو نمیفهمیم. در واقع برای اینها حقوق بشر واقعا اسکناسی است که باید شمرد و داد و این میشه حقوق بشر. برای همینه که شما اگر قتل بکنید و پول داشته باشید میتونید گناه خودتون رو بخرید، حقوق بشر رو با اسکناس شما به دست میارید. من همین هفته گذشته به خاطر ماه رمضان و عید فطر متوجه یک نکته شدم با اون اختلاف مصنوعی و یک نوع تئاتر بین آقای خامنه‌ای رهبر با دیگر آیت الله ها به عنوان اختلاف نظر که انگار جنگ جهانی سوم در راهه در مورد روز عید فطر. فکر کنید اینها ماهواره فرستادن بالا، این همه تقویم ها و به قول معروف GPS یا حالا به راهنمای راه و تمام اینا مکانیزم ثانیه و دهم ثانیه داره. چطور می شود که، یعنی سابقه داشته که مثلا عید فطر 14 روز دیگه است، بسیار مشخصه، ولی برای اینکه بگن آزادی هست، سه تا از آیت الله های بلند پایه با آقای خامنه ای موافق نیستن که روز یک شنبه عید فطره و گفتن دوشنبه. این آزادی حقوقی چند نفر به اصطلاح رهبر هست، رهبر مذهبی و فکری، در اصل کار شما از این بابت دشواره که با الفبایی صحبت میکنید که خوشبختانه شنوندگان شما میشنوند، ولی مخالفان فکری شما اگر هم بشنوند نمیفهمند و این از دشواری کار. درسته. برای همین جمهوری اسلامی جهان شمولی حقوق بشر رو قبول نداره، ولی با جنایاتی که میکنه خوشبختانه ایرانیان به خصوص در ارتباط با کشتار ماه آبان تونستن اقدام وسیع و گسترده‌ای رو از خودشون نشون بدن. ما در تمام شهرها و در کشورهای دنیا، از اروپا شهرهای مختلف گرفته تا آمریکا و کانادا و استرالیا و کشورهای دیگه، تظاهرات مردم و ایرانیان و روشنفکران جهان و علیه این وضعیت دیدیم. یکی از کارهایی که بلافاصله بعد از این کشتار انجام شد که من در اونجا مستقیما شرکت داشتم، تشکیل یک جمعی بود به نام هماهنگی ایرانیان اروپا. این هماهنگی ایرانیان اروپا
یک عده رو به عنوان مسئولین و نمایندگان خودش بعد از چندین جلسه که مرتب شبها داشتیم و اینها انتخاب کرد که این نمایندگان با پارلمان اروپا و با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و با امنیستی انترنسیونال وارد گفتگو شدند و من به عنوان سخنگوی این جمع انتخاب شدم و در 11 دسامبر با خانم ماریا آرنا رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا ملاقات داشتم با یک هیئتی و که در اون هیئت تعدادی از خانم‌های ایرانی بودند مثل خانم ستاری و مثل آقای انور میر ستاری که اینها با هم فامیل نیستند، آقای سلیمی، آقای آژنگ، کریمیان، ایجادی، اقبالی، کوهستانی، فریبای قاسمی و یه تعدادی ما انتخاب شدیم که در واقع در مقابل پارلمان اروپا در میدان لوکزامبورگ ما تونستیم با اتوبوس ها حدود 300 نفر آدم رو در اونجا جمع کنیم و در همون زمان من به اتفاق این هیئت در مذاکره بودیم با کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و در اون مذاکرات ما یک نتیجه گرفتیم و خیلی مهم بود اون نتیجه و قبولوندیم که ما باید در یکی از جلسات پارلمان اروپا که در ارتباط با حقوق بشر هست شاهدهایی رو از ایران بیاریم و این شاهدها صحبت بکنند و آدمهایی نیستن که آدمهای سیاسی باشن که بیان راجع به مسائل سیاسی خودشون صحبت بکنن، بلکه آدمهایی هستن که در اونجا زیست کردند و در اونجا دیدن و این کشتارها رو، این زندانها رو و این جوانهایی که کشته شدن از ترس به بیمارستانها نرفتن، در خانه هاشون موندن و بعضی ها تیر خوردن و نمیتونن پیش پزشک برن، این شاهدها از اینها صحبت کردند. نماینده سازمان ملل در ارتباط با ایران صحبت کرد، نماینده خاورمیانه در ارتباط با ایران صحبت کرد. یک، در اون جلسه ما تونستیم این جلسه رو وقتش رو بگیریم، 22 ژانویه در اون جلسه ما تونستیم شاهدهای ایرانی رو ببریم و در اونجا بگیم صحبت بکنن. کسی که در سازمان ملل به اصطلاح مسئول جریانات ایران هست، آقای جاوید اومد صحبت کرد. بنابراین ما تونستیم اینو ببریم به یک سطح بالاتر بین المللی. نامه هایی که من رد و بدل کردم با مسئولین سازمان ملل و نامه‌ای که با به اصطلاح سفارشی فرستادم برای مسئولین سازمان ملل و خانم آرنا که این نامه‌ها پاسخش اومد، بر اساس این پاسخ‌ها به ما قول دادن، قرار دادن یک جلسه بیش از یک ساعته در ارتباط با مسئله ایران و کسایی که از ایران مستقیم تونستن صحبت بکنن. نتایج این کارا این شد و با تعقیبی که کارها رو کردیم ما تونستیم کمک بکنیم به دیگر کسانی که در از جاهای دیگر به این قضیه علاقمند هستند، به خصوص به افرادی که طرفدار حقوق بشر هستند
و حتما هم ایرانی نیستند، در ارتباط با اینها ما تونستیم امروز به یک نتیجه جالبی برسیم. اون نتیجه جالب چیه؟ اون نتیجه جالب اینه که امنیستی انترنسیونال در یک پتیسیونی که داد، که در اون پتیسیون 28200 خورده آدم امضا کردند که هر کس دلش میخواد و من دعوت میکنم که دیگران هم برن امضا بکنند، اون پتیسیون باعث میشه که ما بر اساس تقاضای امنیستی انترنسیونال کمیساریای عالی سازمان ملل که زیر نظر خانم الیزابت تیشی فیسبرگر هست به مسئله ایران رسیدگی بکنه. و من خوشحالم که در اینجا بگم برخی از جریانات سیاسی، مثلا همین چهار گروه سیاسی که با هم جمع شدن و با هم همکاری میکنند به نام اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران، این چهار جریان بالاتفاق در یک اعلامیه‌ای که دادند از تقاضای امنیستی انترنسیونال برای رسیدگی توسط سازمان ملل به وضعیت کشتارها، به وضعیت زندانیانی که در از آبان ما در زندان بودند ازش دفاع کردند و ما هم به عنوان هماهنگی ایرانیان اروپا از این قضیه دفاع کردیم، میکنیم و من دنبال میکنم به اتفاق رفقایی که ازشون نام بردم، دوستان و رفقایی که ازشون نام بردم، تا اینکه ما بتونیم این پرونده رو روشن بکنیم. آقای قاسمی ببخشید گفتهاتون رو قطع میکنم برای اینکه از توی گوشی فرشاد به من خبر میده که وقت پایان گرفته. بدون اینکه بخوام به قول معروف ساز ناامیدی و دلسردی رو نواخته باشم، زحمات کسانی مثل شما و در طول این دهه و چندین دهه و به خصوص مردم داخل ایران، اون چه که بوده بیشتر از این نمیتونه باشه مگر در یک نگاه نو. اینکه عده‌ای فکر میکنن با اصلاحات، امیدوارم چنین باشه، دیگر سلول انفرادی وجود نخواهد داشت، دیگر شکنجه وجود نخواهد داشت و و و و در نتیجه امیدوارم در برنامه‌های آینده این خط فکری و فعالیت رو شما در این زمینه‌های گوناگون که چه باید کرد دنبال بکنید، برای اینکه واقعا این بنبست، به حال جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته دیگه، فعالیت‌هایی که در حاشیه انجام میشه حتی به نعل و به میخ، یک نوع اپوزیسیون تقلبی، حالا با این سیستم‌های یوتیوب و گفته و هر کس با یک دوربین و یک حد اقلی می‌نشینه و اخبار جعلی رو تکثیر میکنه، متأسفانه کار کسانی مثل شما رو دشوار میکنه و در این حال به نظر من چنین برنامه‌هایی حتما کمک خواهد کرد که راه و کار بیشتر شناخته بشه. من تذکر دوم فرشاد رو هم تا چند ثانیه ندیده گرفتم، ولی دیگه از این لحظه اجازه میخوام هم از طرف شما هم از طرف خودم با بینندگان خداحافظی کنم. خیلی متشکرم.